خبری ظاهراً قانونی خطر پوست لاندی بیا دی جرم یا وغلاون کی بنده. بدی قضیه که مزنون کسان دی ویزو کاروبار کدی. دوی بدی پلمه چه خلق اروپا تلیگی مشتریان جذبوی. او روست بیا دی اسناد و پر جل سره دا پروسه قانونی کار کدی. خپل مشتریان ایران تا غواری او بیای اختطاف کدی. او دی زینو هیوادوالو لسو تر شلو زرو دالرو پوری غلا کدی. در جنایی تحقیقات و ریاست معلومات خیلی چه یه ودل اشخاص در زین و صرافان پرمت در خلق و پیسی پر زمانت قیده وی. پا در پلمه چه دوی تا در اروپا او پزنگری توگه در جرمنی او ایتالیا ویزی باسی. قماندان جمیل زدران دوباره وقتی که از ایران برگشت به افغانستان در دفتر ما آمد در گلوی سی اول خیرخانه و خواست که امرای ما کاروبار کنه. برای ما پیشنهادات کاری کرد که شریک شویم یا مثلا بخشای را پیش ببریم، سرمایه گذاری کنیم و من نظر ما برای اونایی بود که در بخشای تکنولوژی باید سرمایه گذاری شود و دامدار از پیش ما مشوره میخواست، با هم مشورت داشتیم ما و قماندان جمیل زدران. بعد قماندان جمیل زدران شماره آجی سمیر را برای ما داد، گفتی شماره را ما از ایران پیدا کردیم، یک شخصی است که میتونه ویزه های کشورهای اروپایی را اخذ کنه برای مردم افغانستان یا برای مردم ایران. یادم گفت بسیار مشهور است، ما شمارش از ایران گرفتیم پیدا کردیم. بازی شماره یک چند وقت پیش ما بود، دمی تایمای آخر بود، خود چون در واتساپ از آجی سمیر چندین بار پرسان کرده بودم که ویزه های کدام کشورها را میتونن انجام بدن و آجی سمیر برای ما گفته بود که ویزه لهستان یا پولند هم انجام دادن میتونه و در این اواخر که ما از اونا دوباره معلومات گرفتم که کدام امکانات به کشورهای ترکیه و به کشورهای اروپایی دارن یا خیر، آجی سمیر گفت که من فعلا میتونم ویزه کشور ایتالیا را بگیرم و اگر شما مشتری دارین، مشتری شرایطش است که باید مشتری در ایران باشه تا ای که کارایش به صورت قانونی از طریق خود سفارت ایتالیا طی مراحل شوه. التدی ما پلارم ده، پلارم قچاق بر ده او دغه کوم وکیل سکی د وکیل سدای معرفي کی د ددل تشریکو په د شرکت کی نو ده هم پیران کده. ظاهرا د خلکو مجبوریت او به هر تد یو شمیر ځوانانو د تګلی والتیا د ویزو د کارباریانو د کار بازار ګرم کړی دی. دوی له انټرنیټي تبلیغاتو ګټه پورته کوي او کلان ادعا کوي چې د یوې اونۍ په درشل کې کولی شي متقاضیانو ته ویزې وباسي. دغه مزنون کس هم له همدې موقع ګټه پورته کوي او له یوې ډلې سره یو ځای دغه کار پیلوي او تر ډیره د ایتالیا، جرمني، سربستان او نور اروپایي هیوادونو د ویزو د ایستلو ادعا کوي او دا چاره ظاهرا قانوني خو په اصل کې د انساني قاچاق او ان اختطاف لپاره ترسره کوي. مزنون کس دی ویزو یو دفتر کرایه کوي او د اسناد د جعل یو سیستماتیک چاره پر مخ وړي. همی بیکاری و بیروزگاری و اینمی اصلا خاطر تصمیم گرفتم که برم طرف خارج. تقریبا یک ماه یا یک و نیم ماه پیش در فیسبوک یک صفحه سیاحتی آمد که ویزه سیاحتی ایتالیا را میکشم یک ماه. برشان مسیج کردم، بعد از او رفتیم دفترشان، گفت بیاین دفتر، از نزدیک کتم در دفتر گپ بزنیم. دفترشان که رفتم یک روز گفتم چی رقم ویزه میکشی؟ گفت ویزه یک سیاحتی یک ماه است در ظرف 10 روز. باز گفتم سعید خیر، باز همراه برادرم میایم دیگه روز گپ میزنیم. برادر ضمانت خط این امروز صبح یک روز میای، 2 روز نه، 3 روز میای، 4 روز نه. به همین سیستمی پیش میرفت. خب هر روز که پرسان میکردم میگفت نه والا ناوردیم. دیگه یادم از 7-8 ماه از کرام باقی مانده بود. بالاخره فهمیدی هر روز میگفتمش کرا، یک 2-3 دفعه اتاقش قلف رو منداختیم، به 2 روز 3 روز قلف شد اتاقش به خاطر از اینکه کرا رو نمیداد. 2-3 دفعه قلف رو منداختیمش، به 2 روز 3 روز قلف می بود. بعد از او واسطه وسیله میکرد امی دوست رفیقه که بیادر فهمیدی امی آدم هم بگو کمی اتاق مرا قلف شباز بکنه که من ایسا کار بکنم که برای از این کرای شبتم، یا یک کرای پیدا بکنم از یکی بگیرم و یک رقم کنم کمی کرای آدم هم بودم. ای کرا را نداد. بالاخره امی روز میرسه که یادم یک کار را میکنه، ای میکنه یا کسی دیگه میکنه، یا همکارشان میکنه، یا رفیقش میکنه، یا کدام دوستش میکنه، کدام آشناش میکنه، هر کسی که هست. عبیدالله له هیواد به هر دیتلو هورد درلود. هغه یوازی تک گوخت.
او د دې لپاره پر کورنۍ هم فشار زیات کړی و تر څو د هغه لپاره پیسې برابرې کړي. عبیدالله په انټرنیټي پاڼو کې ګوري چې ځینې آدرسونه د ایتالیا ویزا په لسو ورځو کې ایستلی شي او پیسې هم مخکې تر مخکې نه غواړي. دی پوره لیوالتیا لري خو نه پوهیږي چې دا یې ژوند ته یو پټ خو د مرګ تر کچې یو ګواښ دی. ای بچه گفت که ما میرم خارج، خب ما پیسام نداشته، بسیار تب تلاش کرد که باید من خارج برم. بالاخره گفتیم نفر پیدا نمیشه، نفر که خود از این مسجد چکانی کرد و بالاخره نمی نفر پیدا کرد برای ما. این نفر که پیدا کرد که آمدیم پیش از این نفر و ای گفت که بخی باید می نان و تابال چند نفر دیگر هم روان کردیم. کارمون نتیجه داده، کارمون قانونی است، کارمون هی است. منتها ما را گفت که ویزه پا ایران و مصرف ایران و دوش خود شما از ایتالیا هم از ایران هم تا ایتالیا را امی کرای تیاره با دوش خود شماست. دیگه امی پیسه را که ما بلاک میکنیم این پیسه میدان پاس است. وقتی که باز میدان ایتالیا برآمد پیسه ما را آزاد کنه. که در انسان در قاچاق لکه در اسلحه لکه در فساد لکه در مواد مخدر او یا در تروریزم در تمویل دا خبر ملایر اسول دا ټول مسائل دا غیر قانوني عمل دی او شخص به د دې عمل جوابګوي خپل به جواب ورکړي. عبیدالله کورنۍ لاس په کار کې یو خپل زوی ته پیسې برابروي. دوی 14,000 امریکایي ډالر په سرای شاهزاده کې له یو صراف سره په ضمانت کړي او شرط هم دا دی چې عبیدالله ته د ویزې له ایستلو سره جوخت دغه پیسې به د ویزې ایستونکي ته ورځي. د پیسو د ضمانت ایښودو پر مهال حکومت او امنیتي ادارې په دې تړاو هیڅ اطلاعات نه لري او صرافان په دې منځ کې یوازې خپل کمیشن او ګټې لپاره دا چاره ترسره کوي. دکر اوس کمرای برادرم هم رفتم همراهشان گپ زدیم، گفت 16,000 ویزه سیاحتی ایتالیا را میکشیم، تکت ویزه ایران هم سر خودتان است، اوجا که برتان ویزه کشیدیم، تکت تیاره ایران ایتالیا هم به دوش خودتان است. خویر بالاخره به تفاوق رسیدیم. اغه نفر و خلکو ته تبلیغات کول پر انټرنیټ باندې په اجتماعي شبکو باندې او دغه سه هم نو بیا دغه یو ځوان ځان تر جلب کړی بیا نو دلته چې کله راغلی یو اغه ځوان ورته ویلو چې زه د ایټالیا ته بیا نو د ځوان ورته ویلو سمه ده صحیح ده نو چې کله دغه کوم قاچاقبر چې ده د سیاحتي شرکت والا دا نفر چې د فردین نومیږي نو د سره تللی ده سراپیو ته کې تقریبا 14,000 ډالر بلاک کړي دي ورته ویلي دي چې ته کله زه د ایرانه پورې رسومه چې کله ایران ته ورسېدلې هلته به دې زما وکیل ده هغه به د ایټالیا سفارت ته بوځي په ایران کې نو په محفوظ ډول به دې ورسي ایټالیا ته. یو دوکاندار ته د یوې کورنۍ لخوا یو ځوان ورکړل شوی دی خپل ځوان چې دا ایټالیا ته ورسوي یا جرمني ته. هغه دوکاندار سره پیسې خبره خلاصه کړې ده چې دومره پیسې باید موږ ته راکړې. دوکاندار ورته ویلي دي زه هغه ته رسوم جرمني ته. نو تلل دي سره شهزاده ته هغلته یو سراب باندې خبره کړې ده دغه پیسې قید کړي دي بلک کړي دي چې کله هم دغه ځوان جرمني ته رسیږي دا به ورته اوکې ورکوي چې زه ورسېدلم او دا پیسې به دلته د دوکاندار ته ورکوي. عبیدالله ته د ایران ویزه د هغه د کورنۍ لخوا اخیستل کیږي او د تهران پر لوري درومي د دې لپاره چې هلته له قانوني طی مراحلو وروسته د ایتالیا ویزه ترلاسه کړي. په ایران کې عبیدالله له یو بد برخلیک سره مخ کیږي او انساني قاچاقبر د خپل هدف د ترلاسه کولو په څو قدمي کېږي. ویزه ایران گرفتم، ایران رسیدم، بعد از چند وقت یک 8 روز تیر شد که می فردی نام برام نفر شرکت زنگ زد گفت شماره ایرانت همراه ویزه ایرانت برام روان کن. وقتی کی را برش روان کردم گفت با سونجا همکارای ما امراد به تماس میشه میبرید دفتر وکیل. بعد از او بود که ساعت 12 بجه بود که از امی نفرای امی فردی نام زنگ زدن گفتن امروز پشتت موتر روان میکنیم آماده باش. خامو روز منتظرشان بیشی زنگ میزدن نمیایم نرسیدن. بعد از او بود که به سبای زنگ زدن باز گفتن مینا موتر بر روان میکنیم بخی بیا. ما یکی از دوستای ما آگاهی پیدا کرد از این موضوع و آمد پیش ما در دفتر. ما امروش قرارداد کردیم و این مشتری ما رفت طرف ایران رفت به صورت قانونی تا ایران رفت. بعد از اینکه چند روز سپری میشه آجی سمیر که در جرمنی بود
به گفته خودش آجی سمیر میگه که ما افراد خود امرای مشتری شما وصل ساختیم، افراد ما مشتری شما را گرفته میبره پیش وکیل مهاجرت، ترتیب اسناداشون را ترتیب میکنه و بعد از اینکه اسنادشون ترتیب شد دیده میبرن سفارت به خاطر بایومتریک و به خاطر مصاحبه دادن. چه دای څنګه ایران ملک ترسیگی نو وکیل ته زنگ کوي چې زه خو راورسیدلم کوم ځای ته درشم، نو هغه وکیل ورته وایي سمه ده ته راسه زه درځم. نو په دې وخت کې دغه کوم نفر چې اختطاب کوي ده سره یو بل دی تره زوی ده که ترور ځای ده کوم خپل ده ورسره، نو دا وکیل پوه شوی ده چې د نفر سره بل نفر شته. په دې وخت کې نو ده ورته ویلي دي چې اوس زه چېرته مصروفه یم بل ځای کې یم سبا ته راشه. پیسې په دې بهانه باندې دلته ترې بلاک کړي دي په صرفۍ کې چې ته باید ایران ته ځان ورسوې، هغلته زما یو وکیل درځي هغه به د بوزي د ایټالیا سفارت ته، نو د هغې له طریقې به ته جرمني ته ځې. نو ایران کې چې کله همدغه کس وایي چې زه ایران ته چې ورسېدلم د دغه وکیل یو ورځ ما سره وده وټکله چې زه تا سره وینم، خو زما سره بل د کورنۍ نږدې غړی هم و چې هغلته په ایران کې اوسېږي، نو د دې په خاطر باندې چې هغه کس ما ویني و به مې پېژني دا کوم وکیل چې ورته مشخص کړی. نو په دې ورځ یې نه دي ورسره لیدلي، دوهمه ورځ بیا هم نه دي ورسره لیدلي. چې کله درېیمه ورځ دغه نفر ګوښی شوی دی یوازې تنها ورغلی دی، نو ورسره لیدلی دی، په موټر کې کېنولی دی، په موټر کې درې څلور کسان نور هم ورسره دي. هغو کسانو چې عبیدالله تر ایران پورې د ایتالیا د ویزې د اخیستو په پلمه راوستی وو همدلته یې اختطاف کوي او تر وهلو ټکولو لاندې یې اچوي او له کورنۍ څخه یې د قیدې شوې $14,000 امریکایي ډالرو د ازادولو غوښتنه کوي. یک دا دقه تیر شد که فردینام مسج کرد گفت هیچ مشکل نیست برو، ما گپ زدیم میبرید دفتر وکیل اونجا شست تا میگیره دعوتنامه تا میتا اسنادای تا میتا درباره انترویو برات معلومات میتا. وقتی که موتر آمد در موتر بالا شدیم تا اگه سر جای مرا برد این موتر استاد شد گفت مرا تا اینجا لوکیشن داده. بعد از او یک موتر دیگه گفت میا پشت دو برو. فردینام زنگ زدم گفتیم اینا این رقمی میگه، گفت هیچ مشکل نیست موتر وکیل صاحب است میای پشتت میبری تا. خو موتر دیگه آمد در موتر که شیشتم یک بچگه که دیگه هم همسند ما بود در پوزش ماک زدگی بود شیشتم و خب بالاخره رفتیم در جایی که میخواستن رسیدیم. اونجا که رسیدیم از موتر که ما پایین شدم و بچگه که دیگه هم پایین شد اما قاکت ما پرسانی کرد که افغان هستی، گفتم بله یا رفتی اول داخل رفت داخل اتاق. پشت از این ما رفتم یک بند بوت مواز کرده بودم دیگهش آواز میکردم که چهار نفر سر معامله کردن، دوست دوتایش تفنگچه بود دوست دوتای دیگهش چاقو. خب گرفتن دسترم گفت صدای تا نکشی تلفن ما گرفتن بردن خود ما داخل اتاق بردن. داخل اتاق شدم چهار نفر ما را زدن دست پای ما بسته کردن چشمای ما بسته کردن. شماره برادرم ما خواست که شماره برادر تا روان کو که ما برش مسج کنیم. خب شماره برادر ما گرفت و برای اینا اینجا زنگ زدن که اینا بیادر تا اختطاف کردیم، پیسه که در بلاک است از اونجا بکر جای کادرست میتیمت برو. وقتی که اونجا رفت وکیل موتر روان کرد که اینا ما میبرمش که در دفتر وکیل صاحب، وکیل صاحب از پیش مصاحبه میکنه و اسکن پاسپورتش میگیره و دعوت نامهش برش میته و که صبحش بره با سفارت، سفارت چه رقم ای جواب بده. بالاخره نتیجه از امی بود که امی فردینام هم که تما در جریان بود. وقتی که فردینام از زنگ زدم که قضیه چه رقم از فردینام گفت که فعلا گفت دفتر وکیل صاحب میره، وکیل صاحب این تو از پیش پرسان میکنه. وقتی که در دفتر وکیل صاحب در آمد تلفون ها قطع شد، فردینام از زنگ زدم که ارتباطات از این قطع شد چه رقم است. گفت اوجه در دفتر وکیل صاحب تلفون ها جواب نمیته، آرتان نمیته، یعنی 40 دقیقه بعد براتان اولش میه. اما گپ از او صحیح شد، 40 دقیقه بعد اولش آمد که اختطافی وکیل صاحب خودش اختطافچی بود. په دې بهانه چې تاسو د ایټالیا سفارت ته بوځو، خوب دغه کس ځوانې مت ایټالیا سفارت ته نه دی بوتلی، کوم بلې حویلۍ یا کور ته یې بوتلی دی، هغلته یې بندي کړی دی، تړلی دی. نو بیا دغه ځوان ته یې ویلي دی چې ته باید سراب ته اوکې ورکړې چې دغه پیسې مونږ ته وسپارې، هلته یې مونږ ته راکړي. نو کس ځوان نه دی منلی، هغلته یې نور ظلمونه پرې کړي دي، وهلی یې دی بېلابېلو هغه کې. نو اخري ځوان یې مجبوره کړی دی چې دلته اوکې ورته ورکړي. اختطاف کوونکي د عبیدالله د وهلو او ټکولو ویډیوګانې او عکسونه د هغه کورنۍ ته استوي او د پیسو غوښتنه کوي. د عبیدالله د زاریو غږونه د ده تر پلار او مور پورې رسیږي.
چند نفر مرا لتکوب کردن، ده برق دادن ما، ده زیر پای ما ویلا کردن، ده برق دادن ما، که تکون تفنگچه ده فرقم میزدن، می وایش کده برو. وقتی که فامیل ما خبر شد، مطمئن شدن که مرا اختطاف کرده، بعد از او که تزینا گب زدن، شو شد. شو گفتن خیصوب ما برتان پیسر از بلاغ خلاص میکنیم که تزی غرز نگیریم. تقریبا طرف های یک بجه دوازده بجه شو بود که مرا در کنو موتر انداختن در طول بکس بردن ما کدام جای دیگه. اونجا که بردن ما یک ده بیز دقیقه موجه بودم از جا پس آوردن ما. پس که آوردن ما بردن ما در یک تاکوی در چنگک زدن ما. تقریبا سه سال چهار سال ما در چنگک بودم. بعد از او از جا تایم کردن صبح شد. صبح فامیل ما گفته بود که یک اکس شروان که کمی نفر زنده است یا نه. این زنگ زد اگر که بچه تان می خواهین پیسه ما را اواله کنین، برای ما هرچی زودتر پیسه ما را اواله کنین که ما بچه تیلا کنیم. وکیل همی وکیل دیگه همی وکیل که خواسته بودش برای پرسان همی دیگه همی که پزد. آجی سمیر از فامیلشان 16,000 دلار پول خواسته و در مقابل پول بچهشان را دوباره آزاد کرده و بچهشان فعلا آزاد است. یو بیدالله پلار وی چه خپل زوی له خلاصون پرته کومه بله حلاره نه درلوده او مجبور شو چه قید شوی پیسې له صراف څخه واخلي او چټک اختطاف کوونکو ته ولیک. ما بالاخره مجبور شدیم از اینکه اولادم بود هر دقیقه و هر ثانیه کارت د گلونش بود که میکشتن و میزدن و ما مجبور شدیم که پیسه را چه ما گفتیم یادم ما گفتیم که ما همین پیسه که ما بلاک کردیم به نام فردین نام و به نام بچه ایم هست همین بچه دو نفر که هر دوی ایجی نباشه پیسه را در سرایش آزاد و آزاد نمی کنه همینطور فیصله کرده بودیم. یادم گفت نه هرچی زودتر او پیسه را از او صرافی که شما بلاک کرده به نام ما از او صرافی پیسه را بکشین صرافی که ما براتان نشان میتم آدرس میتم تان بره پیسه را در او صرافی تاویل کنه. دیگه بسیار زیر فشار و در این صرافی که هرچی رفته میگفت که شش روز تان مانده ما این نفر دیگه که حاضر نباشه پیسه را دادن میتانم. ما بالاخره رفتم جواسه رو موتر را قواله خانه را اوجه در زمانت از او دادم دو نفر دیگه هم از سرایش آزاده به اوجه زمانت کرد که همی تا همی شش روزه که شش روز از پیسه تمام میشه اگر هر مشکلی آمد جواب دهش ماسته. اختطاف کون که دو بایدولا پلار تا وایی چه امنیتی زوا کنو تا چونه وایی او پرده سر بیره حق صراف تا هم چونه وایی چه دقا پیسه حواله کدی او کچین دقا کار بکرینو ده زوی سترگی او گرده بایی ورتا و بازی قطع ویدیو را لگلی والا دیر تحدید کرده یو این سرو توی پیخه یو نو بیخی ډیر تهدید کړی دوی ویلی وایي که چېرته موږ دا پیسې وروان نسته و خپله د اوسې راته ویلي مخکې هم نه وو راته ویلي چې کله موږ دا پیسې وروان نسته و د موږ زوی په بلوچو په چا باندې خرشی نو بیا نو هغه بیا یا به یې راته مړ کوي او یا به یې راته ټوک ټوک کوي نو زه تی دغه نه دا ښه خبره چې موږ پیسې ورولیږو نو دوی بیا پیسې ورستولې ولی یا گفتن پیسی معامله است، ما امرایش معامله کردیم، دیگه ای را میخواییم به نفر حواله بکنیم. و شخصی گیرنده را از یا پرسان کردیم که زاکرنام بوده، دیگه یا میگن از یا میخواه پرسان کردیم که آیا زاکرنام را میشناسیم، گفتن میشناسم. ما میخواه پرسان کردیم امی زاکر خو خالی نام نمیباشه، زیادتر اوقات یا زاکر الله است یا محمد زاکر است، دیگه از یا پرسان کردیم در سند چی است که دوچار مشکل نشه وقت اجرای حواله چون در هر حواله پرسان میشه یا گفتن نه زاکر خالی است در سند هم زاکر خالی است یا طرف هم میشناختن دیگه ما خلم حواله را برش اجرا کردیم و از این موضوع از این بیادارای ما اصلا خبر نداشتیم. عکس پیسه را که برش روان کردیم گفت که نال ما آدرس میتم اتان در صرافی که ما آدرس میتم میری در صرافی پیسه را تاویل میکنه زیاد گپ نمیزنه اگر صراف یک میده چیز رسانده صدمه رسانده ما شمای بچه تا میکشم که تا گردایش گب زده میرفت اینجا و صراف هم که پیسه پیش بلاک بود با دو هفته ای پیسه را اعلان هم میکن. بعد از او جا به فکر مسخانه همو اسنادای خانه را زمانت دادن خانه را دیدن بالاخره پیسه را اعلان کردن او قاچاقبر آدرس صرافی دیگر روان کرد گفت ببره برای صرافی بته پیسه را بر ما حواله میکنه. عبیدالله آزادی گه او په سختۍ ځان یوې امنیسیمې ته رسوي او وروسته بیا له کورنۍ سره یوځای کیږي.
پیسه را برازی دادن، اونجا که پیسه را گرفت مرا ایلا کردن. بردن ما تقریبا یک ساعت یا 40 دقیقه مرا در موتر از اون جایی که گرفته بودن دور بردن. ایلایم کردن در یک جای، گفتن این از اینجا که دور خوردی روبروی سرک معلوم میشه. یا رفتن و من خود آواز کردم دست پای ما چشمای ما، رفتم لب سرک از جا یک افغان کتم سر خورد. گفتم شن تو مرا دوزا گرفتیم دیم شماره یک زنگ دی برم. من شماره یک بچه کاکایم پیشم بود، یک بچه خالیم یک بچه کاکایم در ایران از کار میکنم. دیگه باز زنگ زدم بر اونا، برای ممی افغان موتر گرفت، سناب بوجه میگن سناب گرفت. رسیدم پیش بچه خالیم، دیگه پاسپورت ما ممی دوزا که گرفتن ندادن. ما در بکسه کم پیسه بود تو رام گرفته بودن، فقط 200 تومان مرا پیسه کرای موتر داده بودن بس خلاص. تلفن ما هم گرفتن، پاسپورت ما هم گرفتن ندادن. دیگه تا وقتی که خلاص نشدی در جای امن نرسید، ما هیچ چیز کده نمیدانستیم. وقتی که در جای امن رسید، باز آمدیم اینجا در حوزه، گفتیم که مدیر صاحب کشف، گفتیم که اینی رقم جریان از اینی قرار است. باز اینجا اقدام کردن، رفتن صرافه گرفتن. مزنون کس وای چه دوی دیویزیو په برخه کې د خلکو د غولولو لپاره یو سیستماتیک کړن لار لري، چې نوی سلنه په ظاهر کې پروسه شفافه او قانوني ښکاره کوي، په داسې حال کې چې اصلیت یې دا نه دی او دغه پروسه غیر قانونی ده. حاجی سمیر گفته بود ما از طریق ویزای کاری اجرا میکنم، از طریق ویزای کاری گفته بود که من اینجا شرکت ها را میشناسم، نهادها را میشناسم که به کارمند نیاز دارن. از طریق اونا گفت ما برشان دعوتنامه روان میکنیم و از طریق سفارت اینجا بعضی افراد و ماسک کارشان تا این مراحل میکنن. یعنی از یک چهار چوکات سخن میگفت که کلش به هر کسی که در موردش تحقیق میکرد و پرسان میکرد میدید که درست است، این کار شاید واقعیت باشه. هیچ کسی شک نمیکرد که کدام جلکاری یا فریبکاری باشه. یعنی بازی بیای به ایتالیا، از ایتالیا برای به جرمنی. خود امرای این نفر تا ایتالیا گپ زده بود که من فقط میتونم تا ایتالیا برسانم. یو طرف که اختطاب اړخ لري او بل طرف کې د جیل دی، دو ته موږ ډیر متوجه یو او ډیر کوشش کوو چې دا کسان ونیسو. دا قضیه د زرګونو هغو قضیو یوه بیلګه ده چې پایله انساني قاچاق او اختطاف دی. په دې قاچاق یو شمېر صرافان په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه لاس لري او دوی د پیسو په قیدولو سره ځانونو ته کمیشن ترلاسه کوي، په داسې حال کې چې حکومت له دې ډول معاملاتو څخه خبر نه وي او دا چاره په پټه ترسره کیږي. کم نور داسې مسایلو چې موږ په هغه باندې پوهیږو چې په دې کې یا زموږ هیوادوال ته متضرره کیږي، یا مشتری متضرره کیږي، یا مثال د خبرې بایه متضرره کیږي، او یا هم سراب ته د دې دپاره موږ قانوني کمه لایحه نه لرو او نه قانوني حق لرو. په داسې حال کې چې د ویزو قانوني ترلاسه کول وخت نیسي، خو په بازارونو کې داسې کسان هم شته چې د تور بازار پر مټ او درغلیو له لارې خلکو ته د ویزو د اخیستو ادعا وی کوي. داسې هم پیښ شوي چې د یوې ویزې قانوني ارزښت یوازې 40 دلاره وي، خو په میاشتو دغه ویزه نه ترلاسه کیږي، خو د 1000 امریکایي ډالرو پر مټ بیا د 1200 ساعتونو په درشل کې ترلاسه کیږي، او دا چاره په ټوله مانا د تور او غیر قانوني بازار نفوذ کوي. دا خو طبعاً په یو روابط باندې کیږي وروره، دا سیادی خلکې خو نشي کولی چې د پاکستان ویزه راوباسي. ویزې چې دي دلته ورته اپلای کیږي ټول هلته نادره ته تریکنګ آی ډي ورته لیږي، دغه ځای نه ویزې راځي د پاکستان څخه. موږ خپله خو د اروپایي ویزې نه باسو او نشو باستلی، څنګه دلته سفارتونه نشته، او دا ډېر غټه مسله ده چې موږ مثلا دې کې کار وکړو. شرکتونه پیسې اخلي په دې بانه په هغه بانه، ورته وایي چې نن سبا نن سبا، بلاخره اصلا نغوی هغه وړتیا نه لري. هغو کسانو ته هم دا پیغام دی چې د دې کار څخه دې لاس په سر شي، د دوی دپاره تاوان کوي او د دوی په دې باندې مجرم ګرځي، او دوی به خامخا نیول کیږي او محاکمو ته بیا سپارل کیږي. د کابل امنیه قمندانۍ له خلکو غواړي چې د هر ډول غیر قانوني کړنو د لیدو پر مهال د پولیسو له سل شمېرې سره اړیکه ونیسي. د دوی هویت به خوندي پاتې کیږي او پولیس پر خپل وخت د خلکو ساتنې ته ور درومي.